أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار و خود را دعوت و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی. این اصل حرکت یک انسان به سمت کمال و تعالی است. اگر به توفیق الهی بتوانیم در عمل فردی، اجتماعی، سیاسی تقوا را رعایت کنیم، همه خیرات و همه الطاف الهی شامل حال هممان خواهد شد. لذا امیر بیان فرمودند بیدار باشین، تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا محافظت کنین. در خطبه اول با توجه به ایام محرم و سوگواری رهبر آزادگی و آزادگان و یاران با وفایش و اینکه پیامبر الگوی زندگی انسانها معرفی شده و همینطور اهل بیت پیامبر و تربیت شدگان این مکتب اقتدای به آنها وسیله نجات و هدایت است، از همین جا بحث خطبه اول را با عنوان سیره اخلاقی و تربیتی امام حسین علیه السلام در نظر گرفتیم. انشاءالله در خطبه دوم باز هم از عاشورا و از آقا و مولامان سید الشهدا صحبت خواهیم کرد با عناوین دیگر، اما بحث خطبه اول سیره اخلاقی و تربیتی امام حسین علیه السلام. نکته ای را نمازگزاران عزیز توجه کنند، عاشورای حسینی و مراسم ابی عبدالله توجه همه شیفتگان را به خودش جلب کرده. سید الشهدا کسی است که پیامبر او را به عنوان سرور جوانان اهل بهشت معرفی کرده، مربی آسمانی داره که پیامبر بزرگوار اسلام باشد. سعادت فرد و جامعه را حسینی شدن و تربیت حسینی تضمین می کند. دلیلش این فرمایش رسول الله است که فرمودن این حسین ابن علی، حسین پسر علی
علیهم السلام اکبر منه اکبر منه فی الارض. آقا سید الشهدا در آسمان ها بزرگتر است تا زمین. شما شاهدین در زمین هیچ انسانی به اندازه امام حسین علیه السلام مورد تکریم و احترام نیست. البته جد بزرگوارش رسول گرامی اسلام حسین علیه السلام را این گونه معرفی کرده. سمت راست عرش خدا نوشته است مصباح و هدا و سفینت و نجات، چراغ هدایت و کشتی نجات است. به همین دلیل شناخت و ارتباط و دل دادن به این برنامه و این آدرس جوامع بشریت انسانها را به نجات و به سعادت میرساند. خب چون بحث سیره اخلاقی و تربیتی آقای امام حسین علیه السلام است، خیلی کوتاه بحث دنبال کنم. هم جمعیت امروز بیش از حد انتظار حضور دارن، هم هوا گرم است و خیلی از نمازگزاران در آفتاب در صحن مصلا مجبورن اونجا توقف کنن و نماز را اقامه کنن. سیره یعنی حرکتی که سبک و در واقع روش خاص است. سیر به معنای راه رفتن است، اما سیره یک روش خاص است. بحث ما در روش امام حسین علیه السلام است. امام حسین چگونه سیره داشت؟ سبک و رفتار و برنامه امام حسین علیه السلام چگونه بود؟ یک بخش اخلاق است. اخلاق همون ویژگی هایی است که صفات درونی انسان را به جامعه منعکس می کند و در واقع نشان می دهد. خوشفکری، سعه صدر، دلسوزی، سخاوت، هدفمندی، اینها نمونه های از اخلاق است. به اندازه اخلاق مهم است که خدا در قرآن پیامبر را دارای خلق بزرگ معرفی کرده، انک لعلی خلق عظیم. و خود پیغمبر فرمود من مبعوث شدم تا اخلاق را و پایه های اخلاق را به تمام و کمال برسانم. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. امام حسین علیه السلام سومین امام شیعیان است. به حمد الله و المنه شیعه اثنا عشری به 12 امام معتقدند. اولین امام امیر المؤمنین است و آخرین امام طاووس بهشتیان امام زمان. معروف است به ابا عبدالله سید الشهدا، فرزند دوم امیر المؤمنین و فرزند فاطمه زهراست و از نظر نسبی نواسه مکرم رسول گرامی اسلام است. 11 سال بعد از شهادت امام حسن مجتبی امامت را عهده‌دار بود. از سال 50 که سال شهادت امام حسن علیه السلام است تا سال 61 که آقا به شهادت رسید امامت را عهده‌دار بود. در این شخصیت ویژگی‌هایی وجود دارد، خیلی روان و کوتاه عرض می‌کنم. همه عزیزان آماده هستند اینها را بشنوند و با تأسی به سیره حسین اخلاق حسینی پیدا کنند. همان گونه که حسین عزت و سربلندی اسلام و بشریت را به ارمغان آورد، کسانی که با حسین ارتباط پیدا می کنند اینها آینه می شوند از اون روشنایی و زیبایی. یکی از
ویژگی های حضرت عبادت حضرت بود. نمازگزاران عزیز، شما در بهترین فضای عبادی حضور دارین. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، با سعی و تلاش خودتان را به نماز برسانین. آقای ما سید الشهدا به اندازه اهل عبادت بود و اهل ارتباط با خدا بود که زین العابدین، سید الساجدین، همه میشناسین، صاحب این کتاب معروف که صحیفه سجادیه است و معروف است به خواهر قرآن و زبور آل محمد. زین العابدین فرزند امام حسین میفرماید من تعجب میکنم چگونه من از پدرم امام حسین به دنیا آمدم. العجب کیف ولدت، من تعجب میکنم چگونه من از پدرم امام حسین به دنیا آمدم. کان یصلی فی اللیل فی الیوم واللیل الف رکعه، شب و روز، در یک شب و روز پدرم امام حسین 1000 رکعت نماز میخوان. این عبادت آقای امام حسین علیه الصلاه و السلام. مسروق خادم میگوید در روز عرفه در سرزمین عرفات، در صحرای عرفات دنبال کردم، دیدم امام حسین علیه السلام در جمع یارانش چنان قرآن میخواند و دعا، اشک همانند آب باران که از ناودان بریزد از چشمانش فرو میریخ. این عبادت ابی عبدالله است. دعای بزرگ عرفه در دسترس همگان است. بعضی از اصحاب امام از کثرت عبادت حضرت تعجب کردند. وقتی سوال کردند آقا شما چرا اینقدر عبادت؟ فرمود و ما اعظم خوفک من ربه، سوال کرد چقدر از خدا میترسی؟ به امام حسین گفتند. حضرت فرمود لا یأمن یوم القیامه الا من خاف الله فی الدنیا، امنیت ندارد در قیامت مگر کسی که در دنیا از خدا حساب ببرد. انما یخشی الله من عباده العلماء. این سیره حسین است. مهمانان خداوند در این اجتماع بزرگ، دوم از ویژگی های امام حسین علیه السلام نجواهای امام حسین است. گاهی آدم عبادت میکنه، نماز میخونه، قرآن میخونه، دعا میخونه، اما گاهی با خدا نجوا دارد، خلوت دارد، سوز دارد. نجوا یک مرحله دیگر است. روز تاسوعا که در آستانه تاسوعا و عاشورا هستیم، امروز ششم محرم، در سال 61 هجری دشمن دستور داد فرماندهان دشمن روز تاسوعا حمله کنند، خیمه ها را هدف قرار بدهند. وقت دشمن آماده حمله شد، ابی عبدالله علیه السلام به قمر بن هاشم ابوالفضل العباس فرمود جانم به فدایت برادرم. دقت، سعی کن از این مهاجمان امشب مهلت بگیری تا به عبادت و دعا مشغول شویم، تا هممان عبادت کنیم، دعا کنیم. خدا می داند من عاشق عبادت و راز و نیازم، دوست دارم به نماز و دعا خواندن و قرآن خواندن بپردازم، نه برای اون که زیاد زنده بماند. می داند سرنوشتش شهادت است، اما یک شب را از دشمن مهلت گرفت برای عبادت و راز و نیاز. این است سیره حسین.
در اون شب حال و هوای خیمه های ابی عبدالله را گزارش کردند. فباتوا و لهم دوی کدوی نعل بین راکعین و ساجد و قائمین و قائد. اونها زمزمه داشتن مثل زمزمه زنبور عسل. یک عده در رکوع بودن، یک عده در سجده بودن، یک عده ایستاده و یک عده نشسته بودن. این از سیره حسین. یکی از ویژگی های حضرت سخاوت حضرت است. بهشت خانه سخاوتمندان است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سوره مبارکه انسان، سوره در. در شأن حسن و حسین، فاطمه زهرا و امیر المؤمنین نازل شد. بگذریم. ابن عساکر مورخ است، تاریخ دمشق نوشته، میگوید گدای میان کوچه های مدینه قدم بر می داشت. اون زمانی که آقا در مدینه بود، سوال کرد خانه حسین کجاست؟ دنبال خانه حسین در حرکت بود. آدرس خانه را به اون نشان دادن و گفتن تا رسید خانه را کوبید، دروازه آقا را کوبید و این دو شعر و این دو بیت شعر را انشاء کرد. لم یخب الیوم من رجاک و من ان جواد و انت معدنه. صدا زد گفت امروز کسی که به امید در خانه تو آمده ناامید نخواهد برگشت. تو معدن سخاوتی. نه تنها به فقیر کمک مالی کرد. وقتی حر ابن یزید ریاهی آمد سخاوت و بزرگی آقا را ببینین، فرمود تو مهمان ما هستی. این مکتب چقدر سخاوت دارد. عزیزان به خود ببالین به این ارتباط و این اخلاص افتخار کنین. چه سخاوت بزرگتر امروز در دنیا از دستگاه ابی عبدالله است. بشریت اگر به این مقوله توجه نمی کند از غفلت است، از در واقع بی توجهی به این عظمت و بزرگی است. یکی از سیره های ابی عبدالله ترویج و تشویق به علم و دانش است، هم عبادت هم سخاوت. اهمیت علم و دانش در اسلام بیش از همه مکاتب است. تنها مکتبی که میگوید اطلب العلم من المهده الى اللحد، از گهواره تا گور دانش بجوی، اسلام است. اسلام مکتبی است که بعثت پیامبرش با اقرا باسم ربک الذی خلق شروع شد. خلق الانسان من علق. اسلام بیشترین توجه را به علم و دانش دارد. امام حسین علیه السلام در باب تشویق و در باب توجه به علم نمونه است. عجیب است، در روایت داریم امام حسین در یکی از سالها در موسم حج مشغول دعا بود. دقت کنیم، در حال نیایش بود، کسی آمد مسئله پرسید، سوال مطرح کرد. امام حسین عبادت و مناجات را رها کرد، بدون هیچ بی‌حوصلگی در کمال نشاط سوالات اون سوال کننده را جواب داد و فرمود که ثواب این برنامه از هر چی که شما فکر میکنین بالاتر است. لذا پیامبر فرمود العلم افضل العباده، علم بالاترین عبادت است. در حدیث منسوب به امام حسین مطلب جالبی است. از کسی پرسید اگر دو کار پیش روی تو باشد کدام یکی را انتخاب میکنی؟ کسی را میکشند و تو میتوانی او را نجات دهی، و کسی در گمراهی و زلالت و جهالت قرار دارد
این انسان را هم میتوانی هدایت کنی. آیا نجات انسان از قتل و کشتن را انتخاب میکنی یا هدایت و راهنمایی اون انسان را که گمراه میشود؟ او در جواب سوال و در مطلبی که مطرح شد اولی را انتخاب کرد. آقای ما فرمود انتخاب دوم ارزشمندتر است. چرا؟ من دعا عبدا من زلالت الى معرفت حق فاجابه کان له الاجر كعتق نسمه. اگر کسی انسانی را که نیاز به راهنمایی دارد کمک کند و او را هدایت کند، مثل آن است که بندگان زیاد خدا را که اسیرند آزاد کرده باشد. این است توجه ابی عبدالله و ارج‌گذاری ابی عبدالله و سیره آقا امام حسین در باب علم و دانش. امروز ما به شدت نیازمند به این فرمول هستیم. جامعه ما باید در اوج آگاهی و روشنی قرار بگیرد، از آدرس‌های دین و دانش و روشنگری با همه وجود باید حمایت کنیم، از رسانه‌ها، از مکاتب، از مراکز و از هر جای جایی که جامعه و مردم به روشنی و علم و آگاهی می‌رسند. تکریم و تجلیل فوق‌العاده در مدینه شخصی است به نام عبدالرحمن سلمی یا سلمی، به یکی از فرزندان آقا امام حسین سوره مبارکه حمد را یاد داد، حمدی که معادل قرآن است. جایزه بسیار با ارزشی وقتی این سوره را فرزند آقا خان به معلم عبدالرحمن سلمی داد، همه کسانی که شاهد بودند گفتند آقا این جایزه در مقابل یاد دادن سوره حمد خیلی زیاد است. ابی عبدالله فرمود و این یقع هازا من عطائه، یعنی تعلیمه، این پاداش در مقابل آموزش سوره هم چقدر کم است. این ارج‌گذاری به علم است. اگر در کشور به معلم و دانش آموز و دلسوز آگاهی توجه شد، کشور آباد میشه. این فرمول ها از مکتب ابی عبدالله به دست می آید و الا پیامبر نمی فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. اگر فرصت می بود بیشتر این مطالب را دنبال می کردم. یکی دو تا نکته را عرض کنم بگذرم. شجاعت و دلاوری ابی عبدالله، یکی از نمونه های شجاعت گفتن حق است. در مقابل باطل افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر. اگر ستمگری جلو حق را میگیرد نگی شیطان ساکت هستی، بگی بالاترین جهاد را انجام دادی. در دوران حیات ابی عبدالله یکی از دسیسه‌هایی که شد ولایت عهدی یزید را مطرح کردند. معاویه در سفری که به مدینه داشت برای ولایت عهدی و اینه که یزید بعد از خودش به حکومت برسد، از شخصی از مردم مدینه مخصوصا از امام حسین علیه السلام که در رأس این شهر بود دنبال سند گرفتن و بیعت گرفتن بود. پس از دیدار با امام حسین علیه السلام خیلی تلاش کرد که بتواند از آقا سندی بگیرد. امام حسین علیه السلام در یک سخنرانی بسیار شجاعانه، بسیار صریح و دقیق این مطلب را منعکس کرد. فرمود ان الخلافه محرمه على آل ابي سفيان. من از جدم پیغمبر شنیدم
که اگر اینها بر خلافت تکیه زدن فاتحه اسلام را باید خوان. این شجاعت حسین است، شجاعت بی نظیر، شجاعت که نمونه ندارد. یکی از ویژگی های امام حسین علیه السلام ذلت ناپذیری حضرت است، عزتمندی حضرت است. وقتی برادرش محمد عنفیه به او پیشنهاد کرد آقا کربلا نرو، برو جای دیگری، نکنه آخرش کشته شوی، فرمود یا اخی والله، برادر قسم به خدا، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، اگر در همه دنیا پناهگاهی نباشد، لما بایعت یزید ابن معاویه، من با یزید فرزند معاویه بیعت نخواهم کرد. این فریاد حسین است که از سینه های آزادگان شما به عنوان پاسداران این مکتب و این آدرس بلند است. فرمود الموت اولا من رکوب النار والعار اولا من دخول النار، من زیر بار ذلت نمی روم. مکتب حسین مکتب عزت و سربلندی است. و فرمود فرزند زنازاده که خودش زنازاده است و پدرش زنازاده است، ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، مرا بین دو چیز قرار داده، بین سلت و زله، بین قطعه شدن و بین کشته شدن. فرمود هیهاد من نزله، آخرین فراز غیرت حسین است. این غیرت اوج عظمت ابی عبدالله را می رساند. غیرت یکی از صفات برجسته انسانی است که نمی گذارد دیگران در حریم ویژه و مخصوص او دخالت کند. غیرت ناموسی یکی از مصادیقش است. غیرت اعتقادی، غیرت به کشور و حفظ سرزمین و استقلال مادر همه ساکنان کشور نمونه های از آن است. روز عاشورا 4000 دشمن بین حسین و خیمه ها فاصله انداخت. خیلی بدن آسیب دیده بود. از صبح هم شاهد شهادت عزیزان و فرزندانش هست، هم تشنه است، هم داغ دیده است، هم ناله ها و خلاصه زجه های اطفال و خانواده از یک طرف. در وسط لشکر آخرهای جریان دید 4000 لشکر شاید بیشتر از ابی عبدالله عبور کردن به سمت خیمه ها می روند. از جا نیمه خیز شد روی پاهایی که جراحت داشت، سینه که پر از ضعف بلند شد، صدا زد آی پیروان ابی سفیان، اگر دین ندارین، اگر از معاد نمی ترسین، آزاد آزادانه و آزاد مردانه فکر کنین، فکون و احرارن فی دنیاکم هازهی، در این دنیا حداقل آزاده باشین، ورجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون، به نسبتان نگاه کنین، اگر طبق حرف خودتان عرب هستین، من با شما می جنگم، انا الذی اقاتلکم و تقاتلونی، شما با من می جنگین، زنها مشکلی ندارن، زنها مسئولیت ندارن، و النساء لیس علیهن سب جنا فمنعوا اطاعتکم و تغاتکم و جهالکم ان التعرضی لحرمی ما دمت حیا، به این بیادب ها و این ظالمان و طغیانگرانتان دستور بدین برگردن سراغ حرم من نروند تا من زنده است. این از غیرت حسینی. در هر جای عالم اگر
و ناموس مسلمان به احترامی می شود. داغی بر دل امام زمان است، داغی بر قلب هر حسینی و هر با غیرت است. این است سیره حسین. از جمله سیره های ابی عبدالله دلسوزی است، مردانگی است. اجازه بدین بحثم تمام کنم. وقت را هر بر او بست و قصد کشتن امام حسین آمده بود، بازم حضرت او را سیراب کرد. به همین دلیل است که آقا خیلی عزیز است، خیلی بزرگ است. نکته ای را بگم، در نماز جمعه در خطبه اول میدانیم قاتل ابی عبدالله شمر است. شمر کسی است که داخل گودال قتلگاه رفت، سر را از بدن ابی عبدالله جدا کرد. معروف است هیچ کس جرأت نکرد. تاریخ می نویسد این شمر در تیررس یاران ابی عبدالله قرار گرفت. می توانستند شمر را بزنند و نابود کنند. حضرت اجازه نداد، فرمود نه، هنوز شمر مرتکب اون عمل نشده. لا ترمیهی، او را هدف تیر قرار ندهید. فإنی لا ابدأ بالقتال، من نمیخواهم آغازگر جنگ باشم. این است غیرت حسینی، این است مکتب حسین. خدایا ما را با همه زوایای این مکتب، جامعه ما را، جامعه انسانی را، ملت و مردم ما را آشنا بگردان. همه ما دولت و ملت ما در تعظیم این برنامه عظیم، خدایا همان گونه که یاری کردی توفیق یاری کردن بیش از پیش، مرحمت فرما. پروردگارا همه برنامه ها، مخصوصا برنامه های محرم این سرزمین، این ملت و این دولت را مورد قبولی خودت در پیشگاه رهبر آزادگی و آزادگی، کسی که پیامبر او را کشتی نجات معرفی کرد، به احسن وجه قبول فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدق صدیقة طاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. در آستانه ایام الله تاسوعا و عاشورای حسینی قرار داریم. مکتبی است که در درس آموزی سرشار از آموزه‌های بلند و بی‌نظیر است. یک سفره متنعم الهی با انبوه نعمت‌های الهی، نعمت‌های مخصوص گسترده شده. قطعاً کسانی که سر این سفره مهمان میشوند و طعم بی نظیر و بی مانند این سفره را درک میکنند مثل حسین، وجودشان لبریز میشود از اخلاق حسینی و در واقع صاحب عزت و کرامت خواهند شد. اینها
درس آزادگی و آزاد بودن و آزاد زیستن را از رهبر آزادگی و آزادگان فرا میگیرند، در واقع میشوند تابلوی از اون هدف که ابی عبدالله علیه السلام برای اون هدف قیام کرد. و من گفتن نمازگزاران در فضای آفتاب نشستن و خودم اجازه نمیدهم خطبه دوم خیلی طولانی کنم. چه زیبا بیان کرد اقبال لاهوری، این دانشمند و جامعه شناس بزرگ اسلامی، آن امام عاشقان، پور رسول، پور بتول، سرور آزادی، سرو آزادی ز بستان رسول بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. شناخت عاشورا و مکتب ابی عبدالله ارزشمند است، جاذبه بی‌نظیر دارد. به همین دلیل در خطبه دوم آموزه‌های عاشورا را مطرح می‌کنیم، اما به دلیل اینکه هوا شدت گرم است و عزیزان از فضای بیرون مصلا استفاده می‌کنند، همه جایی که فرش بوده پر شده، اجازه می‌خواهم که کمتر صحبت کنم. روز دهم عاشورا بزرگترین رویداد تاریخ است. هیچ رویداد در تاریخ به مانند عاشورا نیست. تفسیرهای مختلف از این رویداد از سال 61 تا امروز صورت گرفته، اما هیچ گاهی کهنه نشده، تکرار میشه اما تکراری نمیشه، کهنه نمیشه، دلزده نمیشه، همیشه نو است، جاذبه دارد. این عظمت عاشوراست، این بزرگی عاشوراست. چند فراز از عظمت و بزرگی عاشورا را باید عرض بکنم. خب در این روز اتفاقات زیادی افتاده، نمیتوان به همه اونها پرداخت. یکی از ویژگی های امام حسین علیه السلام و از ویژگی های روز عاشورا این است که این حادثه همون گونه که خودش عرض کردم بی نظیر است، عزاداری عاشورا هم رویداد بی نظیر است. همون روزی که امام حسین به شهادت رسید، از اون لحظه مخصوصا از روز 11 در سال 61 در کنار پیکرهای مطهر شهدا که غرق در خون بودن، شنیده این اسبها را از روی سینه ها عبور دادن، از اونجا عزاداری شروع شد. همون گونه که خودش بی نظیر است، عزاداریش بی نظیر است. دومین عزاداری در 40 شروع شد، در مراسم 40 در شام وقت اسرا را بردن، در شام در قلب دشمن عزاداری شد. یکی از ویژگی های این جریان عزاداری است. عزاداری ابا عبدالله در واقع عامل بیداری است، عامل نزدیک شدن و نزدیک کردن جوامع و بشریت است با رهبر و استاد و پیشوای این جریان بی نظیر. به همین دلیل است که آموزه های عالی و بی نظیری در جریان عاشورا است، اخلاقی، عرفانی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی. یکی از ویژگی های عاشورا خیرخواهی است. فقط عرض کنم پیامبر ائمه معصومین امام صادق فرمودند علیکم بالنصح، خیرخواه مردم باشین، فلن تلقاه بعمل افضل من، نمیتوانی خدا را ملاقات کنی چیزی بالاتر و ارزشمندتر از خیرخواهی برای مردم باشد. حسین علیه السلام، یاران حسین، مظهر خیرخواهی بود،
نه تنها خیرخواه دوستان بود که حتی خیرخواه دشمنان بود. در شب عاشورا به یارانش فرمود همه آزادیم، اما روز عاشورا فریاد بلند کرد آیا کسی نیست حسین یاری کنه؟ چرا؟ به خاطر که اگر انسانی شایسته در بین این 30,000 جمعیت است، عاقبت به خیر شود و خیر و خوبی نصیب او شود. این است مکتب ابا عبدالله. ایثار و فداکاری از خودگذشتگی جلوه دیگری است در برنامه امام حسین علیه السلام. علی علیه السلام فرمود خیر المکارم الایثار، بهترین اخلاق، بالاترین اخلاق ایثار است، گذشت است. روایت داریم وقت مسئله ایثار جان مطرح می شود، گوهر درونی انسان ها آشکار می شود. هم ابی عبدالله بی نظیر است، هم یاران ابی عبدالله در این میدان بی نظیر است. یکی را عرض بکنم و دومی را در قالب روزه بخوانم. مصداق بارز ایثار در حادثه کربلا ابوالفضل العباس است. زین العابدین می فرماید خدا عموی ما عباس را رحمت کند، فلقد آثر، خیلی ایثار کرد و ابلا خودش به بلاها رسان، بلاها را تحمل کرد و فدا اخاه بنفسه، خودش را فدای برادرش کرد، حتی قطعت یدا، تا اون جایی که دستهاش از بدن جدا شد، هر دو دست از بدن جدا شد. ایثار بالاتر از این؟ امام سجاد می فرماید خدا عوض او دو دستی که از بدن عباس در راه آرمان آزادگی و آزادگان جدا شد، فعبدل الله عز و جل بهی ها بهی ما جناهی، عوضش خدا دو بال داد که با اون دو بال یتیر و مع الملائکت فی الجنه، با ملائکه ها در بهشت پرواز می کند، همون گونه که برای جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، این لطف الهی داده شد. این اوج ایثار است، اوج فداکاری است. یکی دو نکته عرض کنم و دیگه صحبت ها را تمام کنم. ما در آستانه عاشوراییم، بزرگترین مراسم که در بین دوستان و ارادتمندان و امام حسین علیه السلام برپا می شود. شیعیان افغانستان تقریبا 1/3 جمعیت کل افغانستان را تشکیل می دهند. در تمام شهرهای افغانستان در مساجد و تکیه خانه ها به مناسبت عاشورا تجلیل می کنند و برنامه دارند، عزاداری می کنند. در ماه محرم پیروان امام اعظم اهل سنت در کنار شیعیان بسیار به شیوه مرسوم، هم خودشان و هم با برادران شیعشان، از عاشورا و حادثه شهادت دلخراش نواسه پیامبر تجلیل به عمل می آورند. در واقع می توانیم این گونه بگیم عاشورا در افغانستان نماد وحدت است، نماد همراهی و یکدلی است. در بین امت اسلام شیعه و سنی در کنار هم در سایه اخوت و یکرنگی عاشورا را ترویج می تجلیل می کنند و فرهنگ عاشورا را ترویج می کنند و در پخش و معرفی فرهنگ عاشورا سهم می گیرند. این یک واقعیت است. اون چرا که باید عرض کنم، مسئولیت همه حکومت هاست از ملت و از مردم و از برنامه های مردم تأمین امنیت کنند، همون گونه که حق است و باعث می شود رابطه بین حکومت و مردم بیشتر شود و حمایت مردم
از حکومت روزافزونتر می شود. از این که طی این سالها بعد از آمدن و حاکمیت امارت اسلامی امنیت مراکز و مساجد و تکیه ها گرفته شده است، ما قدردانی می کنیم. البته در کنار قدردانی لازم است عرض کنم این وظیفه حکومت است. مردم وقتی در کنار حکومت می ایستن، حمایت می کنن، دستورات و برنامه های حکومت را انجام می دهن، از همه دستورات اطاعت می کنن، از مالیات، از دستوراتی که در ابعاد مختلف انجام می شود پیگیری می شود، وظیفه حکومت ها تأمین امنیت است. نکته ای را که عرض می کنم، اگرچه الحمدلله طی این سالها بخشی از تهدیدها در تکایا و مساجد کم شده و این را ما باید متوجه باشیم، اما امیدواریم در کنار این تأمین امنیت مسئله محدودیت‌ها مورد توجه قرار بگیرد، به خاطر اون که همه بدانیم در هر نقطه‌ای که تجلیل می شود از حسین، تجلیل از عزت کشور است. توسعه فرهنگ عاشورا توسعه بیداری است، توسعه عظمت است، توسعه وحدت است. ما امیدواریم در مقابل همه توطئه هایی که دشمن در جهت براندازی نظام و حکومت و مردم ما دارند، با استفاده از ظرفیت عاشورا بتوانیم استقلال و سربلندی و عزت افغانستان را بیمه و تأمین کنیم. میدانم عزیزان در آفتابند، اما پایان عرائضم را فقط با یاد از اولین شهید خانواده پیامبر که شبیه‌ترین مردم به پیامبر بود، یعنی علی اکبر، اولین شهید خانواده پیامبر، از 18 محرم زینب، جلسه را نماز جمعه و خطبه دوم را به پایان برسانم. ببخشید، یکی از فرزندان امام حسین علی اکبر است. فرمود اگر خدا به من 100 پسر میداد همه را علی نامگذاری میکردم. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. هر شهیدی میآمد، هر عزیزی میآمد از اصحاب، از خانواده امام حسین معطل میکرد، اما علی اکبر وقت آمد بدون معطلی اجازه داد. شما پدران در جلسه هستین، جوانان در جلسه هستین، کمال آسایش و آرامش برای پدر اون لحظه است که فرزندی با علم و با ادب تربیت بکنه، با قد و بالای او نگاه کنه، اما سخت‌ترین لحظه اون لحظه است که به بدن و قد فرزندش نگاه کنه و بعد از او دیگه او را زنده نبینه. ابی عبدالله وقتی به قد و بالای علی اکبر نگاه میکرد، مایوسانه نگاه کرد، میدانه دیگه علی بر نمیگرده. بعد دستاش بلند کرد، گفت خدایا تو شاهد باش، کسی را به جنگ دشمنانت فرستادم، شبیه‌ترین مردم به پیغمبرت بود، هر وقت دلم تنگ میشد پیغمبر را ببینم به علی نگاه میکردم. چند جا آقا امام حسین صدای بلند گریه کرده، یکی از جاهایی که با صدای بلند گریه کرد وقتی بود که صدای علی را شنید، بابا بیا جدم پیغمبر سلام میرسن. فقط همین قدر بگم، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، برادرتان علی را به خیمه ها ببرین. همه آمدن، علی اولین شهید بنی هاشم، جنازه را کمک کنن. عزادارا، فقط یک نفر برای حمل جنازه و انتقال جنازه علی اکبر کمک نکرد. او علی، او کی بود؟ ابوالفضل العباس بود. ابوالفضل به جنازه دست نزد، آمد زیر بغل های حسین گرفت.
اما یا ابا عبدالله اینجا علی اکبرت از دست دادی، جوانان بنی هاشم آمد زیر بغلات عباس گرفت، اما بمیرم وقتی آمده به بالین عباس، کسی نبود زیر بغلات بگیره، خودت ناله زدی کمرم شکست. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا ما را با مکتب ابی عبدالله بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا این نعمت بزرگ را بر ملت و دولت افغانستان بیش از پیش ارزانی بدار. خدایا با توجه به قرآن، با دستور گرفتن از برنامه های قرآن، با تعظیم و تکریم برنامه های عاشورا این ملت را بیش از پیش به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. خدایا در این آگاهی الهی و در این نفحات روحانی همه ملت ما را خدایا سهیم و شریک بفرما. عزیزان که برای تأمین امنیت، تعظیم مجالس و خدمت به آستانه سید الشهدا کمک میکنن و احسن وجه قبول فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.